سلام و درود به مطب خوش اومدین. امروز میخوام راجع به فتی لیور یا کبد چپ براتون توضیح بدم. در واقع کبد چپ بسیار شایع هستش و یه نفر از هر 3-4 نفر دچار اون میشه. کبد دومین ارگان بزرگ بدن هستش و نقش در واقع فیلتر کردن و تصفیه بدن رو به عهده داره. مواد غذایی و مواد آشامیدنی در بدن ما از طریق آنزیم‌های کبدی تجزیه و تحلیل میشه و مواد مغذی اون جذب میشه و مواد مضر و سمی دفع میشه. به طور طبیعی مقدار چربی تو کبد وجود داره، ولی زمانی که این چربی بیش از 10% وزن کبد رو درگیر کنه بهش کبد چرب میگیم. دو تا علت اصلی داره، یعنی واقعا دو تا عده گروه داره کبد چربی که در واقع نان الکولیک فتی لیور هست، در واقع کبد چربی که در اثر الکل نیست، و دوم الکولیک فتی لیور دیزیز یا کبد چربی که در اثر استفاده بی‌رویه از الکل ایجاد میشه. در واقع اینکه کبد چرب از مرحله اول که در واقع یک کبد چرب ساده هستش به مرحله چهارم که کبد چرب پیشرفته یا سیروز هستش برسه معمولا سالها طول میکشه. 4 مرحله در واقع استیج های کبد چرب به این صورته. در مرحله اول فقط همونطور که گفتم یه مقدار توده های چربی توی کبد هستش و علائم خاصی نداره. در مرحله دوم این توده های چربی ملتهب میشه و ممکن است فرد احساس سنگینی و یک درد خفیفی سمت راست بالای شکمش و زیر قفسه سینه‌اش احساس کنه. در مرحله سوم این در واقع ناحیه های ملتهب فیبروزه میشن و در واقع اسکار میشن، زخمی میشن و این باعث میشه که در واقع از این مرحله به بعد ریورسیبل نبشه و قابل برگشت دیگه نیستش اون دمج و اون ضربه‌ای که به در واقع اون زخمی که تو کبد ایجاد میشه. و در مرحله آخر که در واقع اون سیروز کبدی هست، اون توده های زخمی، اون فیبروزه ها و اون اسکارهایی که تو کبد هست زیاد میشه و مقدار زیادی از کبد رو درگیر میکنه و کبد حالت لامپی یا برجسته پیدا میکنه و کارکردش کم میشه و حتی ممکنه به نارسایی کبد و مرگ هم منجر بشه. خب در واقع چه افرادی در ریسک مبتلا به کبد چرب هستن؟ مهمترین اونها وزن زیاد هستش و در واقع افرادی که BMI یعنی در واقع اون نسبت قد به وزنشون بالای 30 هستش در ریسک بیشتر به ابتلای کبد چرب هستن. مسئله دیگه تغذیه هستش و افرادی که مواد چربی مثلا چربی های saturated زیاد استفاده می کنند و غذایی که تریگلیسید بالا داره و همچنین مواد قندی در واقع refined sugar چینی جات شکلات و اینا رو زیاد استفاده می کنند در ریسک بالاتری هستن. افرادی که insulin resistant دارن، یعنی افرادی که در واقع این افراد در واقع مبتلا به دیابت تیپ 2 هم هستن به خاطر اینکه بدنشون اون انسولین و مواد قندی رو به خوبی جذب نمی کنه، این افراد هم باید مراقب باشن چون ریسک کبد چرب دارن. همچنین در افرادی که در واقع وزنشون سریع کم میشه، چون خیلی مهم هستش توی کبد چرب که وزن کم کنن، ولی خود کم کردن سریع وزن ممکن هستش که خود کبد چرب رو بدتر کنه. همچنین در افرادی که دچار هپاتیت هستن، حتی خانمای حامله که در واقع وزنشون زیاد بالا میره یه دفعه، و در موارد دیگه افرادی که داروهای استفاده میکنن که ممکن رو کبد تاثیر بذاره یا مواد سمی به هر علتی وارد بدنشون میشه، اینا افرادی هستن که در طولانی مدت ریسک ابتلا به کبد چرب دارن. همونطور که گفتم در مراحل اولیه کبد چرب علائمی نداره، ولی وقتی که به فیبروز و اسکار و در واقع به سیروز کبدی میرسه علائم زیادی داره. از مهمترین علائم در واقع این هستش که فرد پوستش و حتی اون سفیدی چشمش زرد میشه و احساس خستگی و کسالت میکنه، وزنش کم میشه، یعنی اشتهاش کم میشه، وزنش کم میشه، پوستش خارش پیدا میکنه و اینا به خاطر اینکه مشکلات انعقادی پیدا میکنن، ممکنه خونریزی بینی پیدا کنن، ورم شکم پیدا میکنن و مایع داخل شکمشون جمع میشه و حتی ورم پا پیدا میکنن و در مراحل پیشرفته تر باعث کانفیوژن و گیجی هم میشه. خب ما چیکار میتونیم بکنیم که جلوگیری کنیم از ابتلا به کبد چرب؟ مهمترین چیز همونطور که گفتم کم کردن وزن هستش و تغذیه درست.
یکی از رژیم های غذایی که خیلی توصیه میشه بهش مدیترینین دایت هستش که بیشتر از ماهی و میوه و سبزیجات تشکیل شده. همچنین سعی کردن به استفاده نکردن تا اونجا که ممکنه مواد چرب، غذاهای چرب و غذاهای شیرین که مثلا با قند در واقع refined sugar بهش میگن درست شده باشه. استفاده در واقع قهوه نشون داده شده که میتونه کمک کنه به کبد چرب، برای همین اونایی که حالا قهوه استفاده میکنن نه به مقدار زیاد، حالا روزی 2 تا 5 فنجون ممکن استش که برای کبد چربشون هم خوب باشه. از مسائل دیگه که کمک میکنه در واقع مخصوصا تو افرادی که دچار چربی بالا هستن یا در واقع همون انسولین رزیستنت دارن و در واقع دیابت تیپ 2 دارن، درمان اونا هستش و استفاده از داروهایی برای کم کردن چربی و قند. یه سری داروهای طبیعی هم ممکن استش که در واقع میتونه استفاده کنی، ساپلمنت هایی هستش که بعضی از تحقیقات نشون داده ممکنه مفید باشه، مثل اومگا 3، مثل ویتامین ای، و داروهای جدیدتری هم هستش که هنوز در حال تحقیق هستش و در واقع وقتی که به مراحل پیشرفته تر میرسه کبد چرب و احتیاج به در واقع درمان های پیشرفته تری داره، ما به متخصص مراجعه میدیم و ارجاع میدیم تا درمان‌های بیشتری انجام بشه. خب اگه بخوام 3 تا نکته از برنامه امروز راجع به کبد چرب یادتون بمونه، اینه که اولا خیلی شایع هستش کبد چرب و 25-33% افراد و همونطور که گفتم 1 نفر از هر 3-4 نفر ممکنه مبتلا به کبد چرب بشه و اکثرا این افراد مخصوصا وقتی جوان هستن با تغذیه درست، با کاهش وزن میتونن در مراحل اولیه در واقع ریورسیبل هستش و کبد چرب میتونه در واقع اون چربیش بهتر بشه و از بین بره تا اینکه به مراحل بالاتر نرسه. مسئله دوم اینه که در واقع مهمترین درمان کبد چرب، همونطور که بازم تکرار میکنم و اصرار میکنم، در واقع تغذیه و اون لایف استایل درست است. یعنی در واقع میتونیم با ورزش کردن، کاهش وزن و تغذیه درست از جلوگیری و بدتر شدن کبد چرب در واقع جلوگیری کنیم و استفاده محدود و کم و حتی قطع الکل خیلی مهم هستش، در چه در کبد چربی که در واقع نان الکلیک است ولی مخصوصا در کبد چربی که به علت الکل ایجاد میشه. و مسئله سوم آخر اینه که در افرادی که دچار در واقع سیروز میشن سالها طول میکشه که به اینجا برسن و چیزی نیستش که در واقع 1-2 ساله ایجاد بشه. برای همین اگه شما کبد چرب دارین هنوز وقت بسیار زیادی دارین که لایف استایلتون رو تغییر بدین و در واقع کبدتون رو که سیستم اصلی تصفیه بدن هستش رو کمک کنین تا اینکه برگرده به حالت نرمال و اینکه اگه پیشرفته تر شدش با مراجعه به پزشک و متخصص میتونیم از بدتر شدن اون جلوگیری کنیم و یا حتی حداقل از پیشرفتش رو استاپ کنیم. خب امیدوارم برنامه امروز مفید واقع شده باشه. تا برنامه بعد سالم و سلامت باشید.